همراه میشیم با دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل. سلام، وقت شما بخیر. آقای مصباح، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک بهداشتی دارند. یونیسف و پزشکان بدون مرز هم گزارش مشابهی قبلا در این زمینه داده بودند. نظر شما در این رابطه چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. بله، متاسفانه افغانستان مثل بسیاری از نارسایی ها و کمبودی هایی که در قسمت این ملت وجود دارد، در قسمت صحت و بهداشت همچنین میلیون ها تن چنان که اعلام شده است از خدمات بهداشتی و سلامت کمتر برخوردار هستند و یا اینکه در بعضی از مناطق هیچ دسترسی به سلامت ندارند، برخلاف شعاری که امسال سازمان جهانی صحت تعیین کرد تحت عنوان سلامت من حق من. و این یک حقیقت محض است و مردم در افغانستان غیر از شهرهای بزرگ در شهرستان‌ها و در مناطق دوردست از مرکز متاسفانه با یک چنین مشکل مواجه هستند. اضافه بر آن که برگشت مهاجر از کشورهای همسایه هم مازاد بر علت شده است. بله آقای دکتر، اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران تا چه حد در بحرانی شدن وضعیت بهداشت در افغانستان مؤثر بوده است؟ صدای بنده رو دارین آقای دکتر؟ ببخشید، شما تکرار بفرمایید. بله. صدای شما قطع شده بود. اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران تا چه حد در بحرانی شدن وضعیت بهداشتی در افغانستان مؤثر بوده؟ البته مهاجرانی که از ایران برمیگردن مشکلات صحی و سلام بهداشتیشان کمتر میباشد. هرچه ما مهاجری که از کشور پاکستان میبینیم که برگشت میکنن، مهاجران افغانستانی که مقیم در شهرهای لاهور و پشاور و بعض شهرهای دیگر که کم برخوردار هستند در پاکستان، اینها در اون شهرها وقت زندگی کردن سالهای متمادی متاسفانه از خدمات بهداشتی و سلامت لازم برخوردار نبودند و برگشتشان به افغانستان حتما معضل صحی و سلامت را در پی دارد و این یک حقیقت غیر قابل انکار هست. و سیل مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان برمیگردند کم نیست متاسفانه و میلیون ها تن در کشور پاکستان از نعمت و از امتیاز داشتن خدمات صحی و بهداشتی کافی و لازم برخوردار نبودند در این سال و این هم یک مشکل بسیار عمده است. بله آقای مصباح، به عنوان یک پزشک متخصص در افغانستان چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت درمان و بهداشتی در افغانستان پیشنهاد میکنید؟ خب در قدم اول وزارت بهداشت و صحت افغانستان به عنوان یک نهاد مسئول وظیفه دارد که هم تیم‌های بررسی و ارزیابی و دستجات و گروه‌های پزشکی مجهز و معتبری را در مسیرها و گذرگاه‌های مهاجران که از کشورهای همسایه برمی‌گردند به افغانستان و عودت می‌کنند بگمارند، اعزام بکنند و اینها یک بررسی کلی داشته باشند و هم تعداد مبتلایان و هم انواع بیماری ها را شناسایی و کشف بکنن و تمهیدات لازم را فراهم بکنن برای پیشگیری، برای درمان و برای مهار سرایت و واگیرداری این بیماری ها به داخل افغانستان. و همچنین آگاهی لازم باید داده شود به این مهاجران و از طرف دیگر سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و دیگر مراکز و سازمان‌های بهداشت که جهانی و فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای و اینها در مجموع وظیفه دارند که برای جلوگیری از شیوع بیماری‌هایی که احتمالش بسیار بالا هست در افغانستان دست به کار بشن. بله، سپاسگزارم از توضیحات شما. دکتر سید علی مصباح از کابل.